CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا میگوید آمار تماس و مراجعه ناشی از مسمومیت نیکوتین با مراکز اورژانس طی 7 سال گذشته با افزایش جهشی از 1 نفر به 235 نفر در ماه رسیده است. این گزارش می‌افزاید بیش از 70% این افراد کودکان زیر 6 سال هستند که با نیکوتین مایع ای سیگارت یا سیگار الکترونیکی مسموم شدند و خطر مرگ یا بستری آنها در ICU تقریبا 3 برابر بزرگسالان است. همکارم دکتر شیده رضایی اینجا در استودیو با ماست. خوش آمدید شیده. نشانه های مسمومیت با نیکوتین چیه و چرا یهو اینقدر آمار جهش پیدا کرده؟ ببین، نشانه های مسمومیت با نیکوتین واقعا بروز و شدتش خیلی بستگی داره به وزن کسی که مصرفش میکنه، بچه باشه یا بزرگ باشه، و غلظت نیکوتینی که باهاش مسموم شده. ولی در هر صورت اگر از اون حد مشخص بگذره که حالا حدش رو بعد توضیح میدم، علامت هایی که ظاهر میشن در واقع در 2 بازه زمانی ظاهر میشن. یک سری علامت ها خیلی سریع ظاهر میشن که اون علامت ها شامل حالت تهوع استفراغ و یه دلدرد ملایمه که علاوه بر اون فرد احساس میکنه تپش قلب داره، یه مقدار مضطرب میشه، بعضی افراد آب دهنشون میریزه بیرون. اگر این مرحله بگذره و در واقع مسمومیت عمیق‌تر بشه، بعد از مدتی فرد احساس گرما میکنه، به شدت عرق میکنه و ممکنه تشنج پیدا کنه. قبل از اون ممکنه یکم بیقرار شده باشه و بعد از تشنج به کما میره و اگه به بیمارستان و مراکز درمانی نرسه متاسفانه میمیره. اما در مورد این که پرسیدی چرا آمارش سر به فلک کشیده، به خاطر عرضه ای سیگارت ها و اون بطری هایی که در واقع یدکی میدن که مایع نیکوتین رو خود فرد تو محفظه اون ای سیگارت پر کنه. اونها نیکوتین های تقلیز شدن و معمولا هم طعم دارن و بوی آدامس، شکلات، میوه یا چیزهایی رو میدن که خیلی وقتا بچه ها رو میتونه به طرف خودش جذب کنه و تنها 30 تا 60 میلی گرم اونها کافیه که یک بچه رو به ICU بکشه یا بکشتش. و غیر از این که حتی بچه میتونه بخورتشون رو و مسموم بشه، تماس پوستیش باعث مسمومیت میشه چون امکان جذبش خیلی زیاده. برای همین در واقع اگه بریزه روی میز هم ممکنه بچه رو مسموم کنه و معمولا اگه این اتفاق بیفته خیلی زودتر از اون چی که فکر بکنیم دیر میشه. حالا پژوهشگرا در واقع برای پیشگیری یا کاهش خطرات این قضیه چه سفارش هایی کردن؟ در درجه اول در واقع افزایش دانش و آگاهی مردم نسبت به این پدیده است. بله. چون به طور معمول کسی فکر نمی‌کنه یه بطری خوش رنگ و خوش طعمی که قراره به عنوان نیکوتین برای توی چیز خطرناک یا کشنده است. وقتی بدونن کشنده است، همونطوری که مرگ موش یا سم برنج یا نمیدونم وایتکس رو نمیذارن جلوی دست بچه که سر بکشه، طبیعتاً این رو هم میدونن که باید قایم کنن و کنار بذارن. به تولید کنندگان در واقع این محصولات توصیه اصلی که میکنن و سیاستی گذاشتن اینه که این بطری ها رو چایلد پروف کنن، یعنی دراشو بچه نتونه باز کنه به هیچ عنوان. در این صورت خب خطر خیلی کم میشه. میزان رو باید بارها تکرار کرد، یعنی 1/5 قاشق چای خوری میشه 2 قطره، چقدر میشه 1/5 قاشق چای خوری میتونه 4 تا بچه رو بکشه. بجرد. اگر نیکوتین غلیظ شده، نیکوتین 500 میلی گرم باشه، معمولا بطری ها 500 میلی گرمن و به بزرگسالان میگن هیچ وقت جلوی بچه پر نکنین اون محفظه رو. علاوه بر اینکه ممکنه بریزه، بچه ممکنه یاد بگیره و فکر کنه خودش میتونه این کار رو تقلید کنه. و اینا مواردی بود که برای بچه ها در واقع توصیه میشه اگر نشانه ای ظاهر شد که سریعا به اورژانس مراجعه کنن. و بزرگسالان هم میگن همزمان یهو سیگار الکترونیکی و سیگار و پچ و آدامس و اینا رو با هم مصرف نکنید، نیکوتینش زیاد میشه. پس به سیگار الکترونیکی به دیده یک جعبه سمی باید نگاه کرد. به نیکوتین.